دقیقا 7000 میلی آمپر ساعت این بزرگترین و بیشترین ظرفیت باتری که تو برندهای اصلی تلفن همراه دیدیم و واقعا لقب پاور بانک رو داره سامسونگ گلکسی M51 رو امروز میخوایم با هم بررسی کنیم و یه مقدار هم از لحاظ ظاهری اون رو با ای هفتاد یک مقایسه کنیم بچه ها ویدیوی بررسی دوربینه رو هم به صورت جداگانه توی پوست های بعدی براتون میذارم همراه من باشید <applause> یه گوشی میان رده با کیفیت و با توجه به اینکه بچه ها تقریبا میشه گفت هم قیمت گلکسی A71 هست و من پیشنهادم اینه که از خرید گوشی قدیمی تر صرف نظر کنید و گوشی جدید تر رو بخرید و استقبال خوبی هم ازش توی بازار الدین شده و فروش خوبی رو هم تجربه کرده فرمول دستگاه های سری ام سامسونگ به این صورته که یه باتری عظیم به همراه یه نمایشگر عظیم و توی بقیه بخش ها برای کاهش هزینه ها از سخت افزار های متوسط رو به بالا استفاده شده از طراحی شروع کنیم قطعا شما توی نگاه اولیه تشخیص میدید که این یه گوشی سامسونگ با ابعاد خیلی بزرگه که یه طراحی کاملا تکراری داره مثل A71 یا A51 و تمامی A ها که فعلا سامسونگ انگار قصد تغییر این طراحی رو نداره گوشی یه مقدار سنگین هست و یه مقدار هم زخامتش به نسبت ای 71 و, و بقیه ای ها به خاطر باتری پرقدرتش زخامتش هم بیشتره به دلیل کم بوده وقت آنباکس و جعب گوشاییشو رو گذاشتم انتهای ویدیو که اگه دوست داشتید ببینید ابعادش که بزرگه و میتونم بگم مشابه A71 هست و از لحاظ صفحه نمایش کاملا خیالتون راحت باشه حس خوبی رو توی دست گرفتن بهتون ارائه میده وزنش هم که 213 گرمه و یه مقدار بچه وزنش سنگینه بدنش هم از پلاستیک ساخته شده پنل پشتی و فریم هم از جنس پلی مقاومه پنل جلو هم با گوریلا گلس 3 پوشونده شده استفاده از پلاستیک تو بدن اصلا بد نیست و به معنی بیکیفیت بودن و ارزون بودن نیست بچه ها دوام و مقاومت خوبی داره و فقط اون حس لاکچری بودن رو بهمون به نمیده همین زخامتش هم که یک سانتی متر و نکته جالب اینه که تمامی اجزای دوربین داخل بدن قرار گرفتن و یه مقدار خیلی جزئی بیرون زدگی رو شما اگر روی قاب پشتی دست بکشید فقط اونو حس میکنید تو بخش امنیت هم سامسونگ علاوه بر تشخیص چهره از حسگر اثر انگشت استفاده کرده که کنار دستگاه و با دکمه پاور ادغام شده بچه ها در کل من موافق اینم که حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر باشه اما تو گوشی های میان رده مذرات و اصاب های زیادی داره و سرعت و دقتش خوب نیست به خصوص زمانی که شما روی گوشیتون گلس میندازید و همون بهتر که با دکمه پاور ادغام شده که دسترسیش هم راحت اینم بچه ها تست اثر انگشتش که رازی کننده است و این هم تست فیس آیدی دستگاه زمانی که به نظر من نور کافی باشه از همون فیس آیدی دستگاه استفاده کنید خیلی بهتر و راحت تر هستش گوشی سمت راست گلکسی ام 51 هست این گوشی یه نمایشگر 6.7 اینچی سوپر امولد پلاس داره که واقعا بزرگه و خوراک یوتیوب گردی و اینستاگرام گردی و ویدیو دیدنه برای بازی هم که چه بهتر ویژگی خیلی خوبی که نمایشگرش داره و این ویژگی مخصوص گوشی های پرچم داره و واقعا برای من جالبه به جای ناچ قطری از پانچول استفاده شده و طراحی اینفینیتی که یه طراحی مدرن به حساب میاد برای این نمایشگر کاملا دوست داشتنیه نسبت نمایشگر به بدن هم که تقریبا 87 درصده و وضوح تصویر فول اچ دی دریافت میکنید رزولوشن این صفحه نمایش ده هشتاد با تراکم پیکسلی 393 پیکسل در اینچه بچه ها این نمایشگر خوبه یعنی واقعا خوبه اما نمیشه گفت عالیه حد اکثر روشنایش هم 677 نیته همونطوری که میبینید جلوی نور مستقیم خورشید هم نمیشه گفت اصلیت میشید و نمیشه هم گفت عالیه ولی کاملا کارتون را میندازه و صفحه نمایش رو کامل میتونید مشاهده کنید وضوح تصاویر، روشنایی، قلزت رنگ مشکی و رنگها رو با کنتراست بالا و به صورت زنده میتونید ببینید. بچه ها زاویه دیدش هم خوبه اما خب تنها نکته منفی که از نمایشگرش میتونم بگم البته اونم به نسبت همرده هاش. نرخ رفرش یا همون تازه سازیه که هنوز 60 هرتزه یکی نیست به سامسونگ بگه 9 میلیون داریم پول میدیم چرا 60 هرتز ساخه البته جای نگرانی نداره از اون ور 40 میلیون هم به اپل میدیم و 12 پرو مکس 60 هرتزی باز تحویل میگیریم نکته جالب دیگه نمایشگرش هاشیه های خیلی کم و همینطور هاشیه واقعا کم بخش پایینی هست که ظاهرش رو مثل گوشی های پرچم دار کرده لبه سمت راست دستگاه کلید مثبت و منفی صدا و کلید پاور رو مشاهده می کنید که با حسگر اثر انگشت ادغام شده. بخش پایینی هم درگاه تایپ سی، جک سونیم، اسپیکر و میکروفون. لبه سمت چپ هم که فقط درگاه سیم کارت رو مشاهده میکنید که خوبی این درگاه اینه که علاوه بر اینکه دو تا سیم کارت به صورت همزمان میشه استفاده کرد از کارت میکرو اس هم بچه ها به صورت همزمان میتونید استفاده کنید و بعدیش هم اینه که خیلی خیلی ضعیفه و باید خیلی مراقب باشید بخش بالای گلکسی ام 51 هم که فقط یه دونه میکروفون اونجا جا خوش کرده M51 مجهز به اندروید 10 و وانیو آی دو یک سامسونگه که قابل ارتقا به دونیم هم هست در مورد رابط کاربری سامسونگ که همیشه گفتم واقعا تو برندهای اندرویدی بهترین هست و اون روونی و راحتی کار باهاش رو کاملا حس میکنید و گنگی و پیچیدگی بقیه برندها رو نداره خب قطعا به اندروید 11 هم که آپدیت میشه پردازنده این گوشی اسنپ دراگون 730 جی هست یه تراشه میان رده با عملکرد خوب با توجه به بنچمارک آنتوتو نه تنها برای کارهای روزمره موفقه بلکه در اجرای برنامه ها و بازی های سنگین و با گرافیک بالا هم عالی عمل میکنه و با توجه به باتری قدرتمندش گزینه ایدئالی برای خرید به حساب میاد اگه گیمر حرفه هستید که سه تا گزینه خوب توی این گوشی دارید باتری خوب نمایشگر بزرگ و پردازنده میان رده عالی در مورد باتری هم که خدمتون ارز کردم 7000 میلی آمپر ساعت ظرفیت داره و واقعا بالاست و قطعا چند روزی نیاز به شارژ کردنش ندارید علاوه بر این تو بخش باتری گزینه جذاب دیگه هم داره که حتی اس 20 هم نداره و اون اینه که یه شارژر یه آداپتور 25 واتی همراهشه که معمولا برای گوشی بالا رده سامسونگ مثل سری S یا سری نوت عرضه میشه و این قابل توجه این آداپتور اون باتری حجیم رو تقریبا تو یک ساعت و پنجاه دقیقه از صف تا صد شارژ میکنه که فوق العاده است این گوشی 6 یا 8 گیگابایت رم داره و حافظه داخلیش هم که 128 گیه که کاملا معقول و منطقی به حساب میاد رنگهاش هم که مشکی سفید و آبی تیره هست و اما بخش صدا بریم بخش صداش رو هم که تست بکنید با یه دونه آهنگ و نظرتون رو در مورد بخش صدا توی کامنت ها برای من تایپ کنید کیفیت صدا توی تماسا هم صدای رفت و هم صدای برگشت عالیه و نمیشه هیچ ایرادی به این گوشی گرفت خب دوستای گلم برسیم به خود جعبه سامسون گلکسی M51 همون جعبه تکراری سری A سامسونگ گوشی با گارانتی رسمیه و بچه ها شماره فنیش هم که اینجا زده M515 هستش 128 گیگ و رنگ سفید تقریبا میشه گفت جعبش با کیفیت نیست و یه جعبه تکراری هستش و اما بیایم محتویات داخل جعبه رو ببینیم بچه این که در جعبه هست بره کنار قبلا توی این باکس کوچیک یه دونه ژله ساده میذاشت سامسونگ الان هیچی نداره فقط همین سوزن خروج سیم کارت هست و چند تا دفترچه راهنما خب اینا برن کنار بیام سراغ اصل مطلب اینکه آیمیای گوشی هست و این هم رخ اولیه سامسون گلکسی ام 51 اولین چیزی که من بهش برخوردم چقدر گوشی سنگینیه بچه واقعا سنگینه و رنگ پشتش هم واقعا جذابه یه برامدگی خیلی جزئی داره اینجا خب بیایم سراغ لوازم جانبیش خب لوازم جانبیش اینجا که بچه ها یه دونه کابل تایپ سی به تایپ سی هست فست شارژ رو پشتیبانی میکنه چقدر کابلش هم با کیفیته و یه دونه آداپتور 25 واتی و بیایم این بر این یه دونه هنسفری با کیفیت سامسونگ واقعا لوازم جانبیش بچه ها برعکس جعبش العاده لوازم جانبی با کیفیتی داره خب برچسب نوعی دستگاه رو بکنیم و نمای اولیه رو بدون این برچسب ببینیم بله اینم نمای اولیه سامسونگ گلکسی ام 51 یه مقدار گوشی زخیم هست همونجوری که میبینید و از تمامی اطراف مقایسه شو بچه مقایسه زخامتش رو با سامسونگ گلکسی A71 ببینید گوشی پایین گوشی M51 هست و گوشی بالایی هم گوشی A71 هستش و اینم بخش بالایی دستگاه خب بچه ها این جلعی A71 هست حالا اینو در میاریم خب و حتی تو این جا میره ولی خب جای دوربیناش و اینا حتی جا میره ولی خب یه مقدار جای دوربین و شاید یه ذره سوکت و ایناش میبینید دیگه درست جا نیفته ولی خب بهش میخوره یه مقدار جای اینها نکته ای که لازم به ذکر اینجا خدمتون ارز کنم بچه ها این گوشی ضد آب نیست و باید خیلی مراقب باشید و اما در انتها بسیار ممنون و سپاسگزارم که تا اینجای ای ویدیو همراه من بودید لایک و کامنت و اشتراک گذاری این پست یادتون نره که باعث دلگرمی بنده هستش و اما بررسی تخصصی دوربین این گوشی رو هم توی پست بعدی شالا براتون میذارم که از اون پوست هم امیدوارم استفاده کنید مرسی از همراهی همه شما دوستان